بسیار سپاسگزار از همه همکاران عزیز و نازنینم، از بچه های گروه دوربین، رفقای صمیمی که در تدارک این برنامه دوستانه ما رو یاری دادن. امشب افتخار بسی بزرگ برای من و خانواده من هست که با استاد مسلم و نابغه قرن کشورمون امشب در خدمتشون عارف ابراهیم پور کنارش نشستم، داریم این آهنگ نامرستان که یادگار گذشته خیلی از عزیزانی است که با این آهنگ خاطره دارن. عارف عزیز، این آهنگ را شاید صدها بار در کنار یکدیگر در گوشه و کنار این مملکت عزیز و ایران جاودان زده شده و مردم با این آهنگ خاطره دارن. عارف جان، چه سعادت بزرگی است در این گوشه ای از جهان، در شهر هامبورگ، زیر سایه تو استاد بزرگوار و تو نابغه قرن، بر من و خانوادم چقدر مسلماً افتخاری است که کنار تو نشستن و بعد از سالها آواز خوندن. این را نظر لطف شماست، من رو دیگه بیش از حد شرمنده میکنین. خیلی از لطفتون ممنونم. من به هر حال افتخاری نصیب منم شده که با شما که اقلا نزدیک 40 ساله که همدیگر رو میشناسیم، قول معروف در این شهر داریم با هم همکاری میکنیم. این دنیا خیلی کوچیکه واقعا. خانم آقایون توجه بفرمایید، ما والله با هم نون قرض نمیدیم، اما باید جوانهای نسل امروز کشور ما این رو بداند که این شخصیت که همه ما هنرمندانی که مثل سعید واقعا عزیز من که اینجا نشسته، سعید رمضانی، یکی از پیشکسوتهای زمان گذشته ماست. شخص منه، عرضم به حضورتون، دوست 42 ساله منه. واقعا من تازه به قول معروف اومده بودم در تئاتر پارس، ما کار میکردیم. آقای رمضانی البته اود ساز به قول معروف دوم سوم نمیدونم، برای اینکه ایشون کمانچه خیلی خوبی میزنن، مخصوصا ویولون خیلی خوبی میزنن و اودم که الان دارن با ما میزنن و ترومپت هم خیلی خوب میزدن، یعنی آتراکسیون میزدن یه زمانی. سعید عزیز، سعید میدونم که تو چقدر با عارف علاقه داری. آقای شجاعی باور کنید به جان بچه‌ام، به نمکی که با هم خوردیم، من به خاطر این، به خاطر ویولون ایشون سعی میکردم زودتر بیام تا، چون برنامه ایشون از ما جلوتر بود، واقعا با ساز ایشون حال میکردم به جان همگی. الان هم حال میکنیم اگه افتخار بدن. مرسی سعید جان، اگه اجازه بدید. خواهش میکنم، مهیار تو صاحب برنامه ای، من نباید صحبت بکنم، ولی من یه زوق زده شدم عارف کنار مودشیم. البته امشب همه دوستان و هم منت گذاشتن، عارف عزیز که تشریف آوردن از این راه دور، واقعا میدونم براش سخت بوده. جناب شجاعی که بعد ما توی شهر زندگی کنیم تو هامبورگ، و به من همیشه محبت داشتم، بنده هم افتخار داشتم که همیشه جزء ارکسترشون بودم و یکی از باعث افتخارات بزرگ منه. واقعا من بهشون علاقه خاصی دارم، همیشه مشوق من بودن و میتونم جا در واقعا ازشون تشکر کنم. دوست عزیز دیگه که در کنار آقای شجاعی امشب تشریف آوردن، جناب آقای دانایی هستن که ازشون باید واقعا تشکر کنم با مشغله زیادی که داشتن. البته آقای دانایی ساز سنتور به صورت پروفشنال اجرا نمی کنن در کنار کارشونه، چون ایشون در رشته دیگه بعد تحصیل کردن اونجا ادامه کار میدن، به واسه افتخار ایرانی ها عزیز هستن. آقای دانایی میشه لطف کنی خودتون بعد با بیننده ها، با دوستان که الان جمع خودمونیه، یه صحبتی خودمونی هم شما داشته باشید، بعد چاق سلامتی بکنید. بله، برای منم قابل افتخاره که در کنار هنرمندای قدیمی اینجا ساز میزنم و همونطور که آقای بهرامی گفتن، شغل من موزیک نیست، من تحصیل دیگه کردم، کارم چیز دیگه است، ولی ایران موزیک کلاسیک کار کردم، هنرستان رفتم، ولی خب دیگه در کارهای هنری عامیانه بیرون اینا من نبودم و امشب هم که افتخاری دارم در خدمت آقایون هستم. بالاخره آهنگاشون آقای شجاعی هم که من نمیشناسم و بالاخره یک صدایی در آوردیم، اگه خراب شد باید ببخشن. بسیار عالی بود استفاده. آقا اولین بار تمرین نکرده خیلی خوب بود. خب حالا بریم سراغ سعید جون که اینجا نشستی چی نمیگه. شما تعریفاتون از اون ور کردید. اصلا بذار صبر کن، اصلا مجید آقای ما که با ما تمپو زد 4 تا 5 تا آهنگ قشنگو. آقا مجید بعدن خدمتتون میرسیم. بله، سعید خان رمضانی واقعا چی میگن، همونطور که عارف جون گفتن، از اساتید قدیم من، دوست بسیار قدیمی من هستن. من باعث افتخار دارم که واقعا خدمتتون رسیدم و توی شهر هامبورگ با هم زندگی میکنیم.
واقعا ما محبت داشتن، هر زمانی که احتیاج بهشون داشتیم تشریف آوردن. عارف جون وقتی که شنید که سعید جان تشریف میارن امشب واقعا خوشحال شد. سعید جدیت میگم، عارف خیلی دوستت داره و برنامه‌ای که ما داریم اینجا برنامه‌ایه که برای هنرمندانه، یعنی اسم برنامه ما، نام این برنامه هست سرای هنرمندان، یعنی دوستان هنرمندمون از هر جای آلمان، از هر جای ایران تشریف میارن، قدمشون به چشم تشریف میارن تو این برنامه، با کمال میل ازشون پذیرایی میکنیم، تشریف میارن تو این برنامه شرکت کنم. سعید جونم به حجت از کسانی که هستش که پیشکسوت قدیمی بوده و ما همیشه افتخار همکاریش داشتیم. سعید جان شما به قول آقای شجاعی چاق سلامتی با هموطنان عزیزمون، با بینندگان عزیزمون بکن، رفقای قدیمت که الان تو رو میبینن در ایران و در همه جا دنیا، بالاخره سلامی هم تو هم داشته باش. سپاسگزارم. منم اصلا میگم خوشحالم اولا وسیله‌ای شده که با هموطنان خودمون تماس از طریق ساز و صحبت داشته باشیم. منم واقعا همین عارف گفت دیگه همه چی رو، ولی منم تکمیل میکنم که ما روزگار خیلی شیرین و سالها با هم داشتیم در خدمت عارف و آقای شجاعی هم در همون زمان بودن. امشب یکی از افتخارات ماست که در کنار آقای دانایی نشستیم، چون آقای دانایی واقعا با اینکه حرفه‌شون این نیست، ایشون مهندسه و شغل دیگه‌ای دارن و همونطور که مریخشون گفتن، ولی سنتور رو انقدر زیبا و با ظرافت می‌زنن که من می‌دونم که خیلی وقت زیادی براش گذاشتم. امیدوارم که سعادتی باشه در آینده هم بتونیم در کنارشون ساز بزنیم. من عارف جان بازم از شما سپاسگزارم، آقای شجاعی از شما سپاسگزارم، از شما همینطور معیار جان، از تو هم که این برنامه رو واقعا ترتیب دادی، امیدوارم که در کارت موفق باشی. همه این آرزوی ما اینه که در خدمت شما باشیم و شما موفق باشیم. باید برای اینکه ما به قول عارف جان سالها پیش دیدی نشونی های خیلی سالهای نجومی دادن. سعید آقای سپاسگزارم. من این مطلبی رو بگم، من سالها پیش با چند تا نوازنده ضرب کارای مشهور هم مثل این نامرسان رو با اصلاحات که امیر بیداریان زد با اون زنده بید واقعا، و ناصر ابتدای آهنگ شب یلدا زنده اجرا کردم که نوارشی داریم. من خیلی به دوتا ساز خیلی علاقه داشتم، باور کنید بعد از این دوتا عزیزی که ما از دست دادیم، من ساز مهیار بهرامی رو شاید 15 سال کشفش کردم که ناصر افتتاح اگر رفت ما یه ناصر افتتاحی دیگه داریم، اسمش مهیار بهرامیه. آره انشالله پسر بسیار فعالی، خیلی باهوشه، با استعداده و خوب ساز میزنه خدایش. باید گفت در کار ضرب اصلا شاهکاریست مهیار، و ما باید این جلسه رو یه ذره بیشتر با هم داشته باشیم.